آمریکا، اعزام صدها سرباز به عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدهای رژیم ایران. مایک پومپئو، به عهده خامنه ای است که یک رژیم حامی تروریسم باشد یا یک رژیم معمولی. کشته شدن یک نوجوان بلوچ در مرز سراوان توسط پاسداران جنایت پیشه. به گزارش CNN، دولت آمریکا در بحبوحه افزایش تنش‌ها با رژیم ایران، روابط نظامی خود با عربستان سعودی را با اعزام 500 سرباز به پایگاه هوایی امیر سلطان تقویت می‌کند. همینک تعدادی از نیروها و پرسنل پشتیبانی آمریکا در این پایگاه هستند و آماده سازی‌های اولیه را برای استقرار سکوی موشک‌های دفاعی پاتریوت انجام می‌دهند. CNN افزود آمریکا مدتی است که خواستار استقرار سربازان این کشور در آنجاست، زیرا برآوردهای امنیتی نشان داده است در آن صورت موشک‌های رژیم ایران برای هدف قرار دادن مناطق دوردست با مشکل مواجه خواهند شد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، در یک مصاحبه رادیویی گفت به عهده خامنه‌ای است که تصمیم بگیرد همچنان یک رژیم یاغی باشد، بزرگترین حامی تروریسم در دنیا باشد، تهدید تسلیحات هسته‌ای و موشکی باشد یا مانند یک رژیم معمولی رفتار کند و مجدد به جامعه ملل بپیوندد. مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفت امروز با وزیر خارجه بحرین برای بحث در مورد امنیت تردد دریایی و مقابله با فعالیت بی‌ثبات کننده رژیم ایران و ارتقای آزادی مذهب ملاقات کردم. آمریکا از شراکت و تلاش‌های قوی بحرین برای بهبود صلح و شکوفایی سپاسگزار است. برایان هوک اعلام کرد بحرین در هفته‌های آتی میزبان یک کنفرانس بین‌المللی امنیت دریایی با حضور نمایندگان و مقام‌های 65 کشور جهان خواهد بود. به گفته این مقام آمریکایی، کنفرانس مورد اشاره که نتیجه همکاری مشترک میان ایالات متحده و بحرین است، در سطح وزیران خارجه کشورها برگزار می شود. برایان هوک گفت کنفرانس بحرین ادامه‌ای بر کنفرانس ورشو است که با موضوع صلح و امنیت در خاورمیانه بهمن ماه سال گذشته برگزار شد. آتش‌سوزی گسترده‌ای در میدان حسن‌آباد تهران، صرافی، بانک صادرات و تعدادی انبار و فروشگاه را طعمه حریق کرد. این آتش‌سوزی در میدان حسن‌آباد تهران از یک انبار به وسعت 500 متر شروع شده و به سرعت به اماکن تاریخی میدان حسن‌آباد سرایت کرد. پاسداران جنایت پیشه روز چهارشنبه یک نوجوان بلوچ اهل پنجگور اقلیم بلوچستان پاکستان را که مشغول سوختبری بود با شلیک گلوله به قتل رساندند. بیک شعبود نام داشت، 17 ساله بود.